درود. دو تا نکته خیلی 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 مهم رو میخوام بگم. ممنون میشم اگر که گوش کنین. یه سری باورهای غلط وجود داره که همه میدونیم راجع به هر موضوعی ممکنه باور غلط وجود داشته باشه، ولی بعضی از باورهای غلط واقعا مهمن که بهشون پرداخته بشه. مثلا کسی که تئیست نیست، یعنی خدا باور نیست، میان بهش میگن پس تو شیطان پرستی، یعنی انگ شیطان پرستی بهش میذارن، در صورتی که کسی که خدا رو باور نداره چطور ممکنه شیطان که حالا تو ادیان اومده و دشمن اون خداه یا اینکه آفریده هم اون خدا رو بخواد قبولش کنه؟ اصلا کلن به این مباحث تخیلی و اینا اصلا اعتقاد ندارن افرادی که تئیست هستن. داستان بر سر اینه که شما متوجه نیستین که لزوماً اگر که مثلا یه لباسی آبی نیست پس قرمزه، نه اینطوری نیست، ممکنه صورتی باشه، نقره‌ای باشه، بنفش باشه. و موضوع اینه که افرادی که ایتیست هستن، بیدین هستن یا به ساینس علم اعتقاد دارن و به مذاهب و خدایان اعتقاد ندارن، باورشون بر اینه که شما اگر تو چین به دنیا می اومدی یا توی حالا کشورهای ایژن به دنیا میبری 100% بودایی بودی یا دینی که اونا میگفتن، قطعا میرفت تو مخت و میگفتی که دین من بهترین دین دنیا، 100% من عالیم، بهترین ایده ها و ایدئولوژی ها رو میآوردی واسه اینکه بخوای توجیه کنی که دینت دین برتره. یا اگر که توی اروپا و به ویژه کشورهای خیلی مذهبی مثلا قاره آمریکا یا اروپا به دنیا می اومدی، مثلا توی آمریکا هم خیلی هستن که واقعا مذهبی هن، هر یک شنبه کلیسا میرن، بدون اسم جیزس غذا خوردن رو شروع نمی کن، خیلی معتقدن. ولی داستان مرسنه اینه که همون آدم ها اگر توی آمریکا یا اروپا به دنیا نیومده بودن و اولین دینی که بهشون معرفی شده بود دین مسیحیت نبود، قطعا 100% دینی نبود که اینقدر روش پافشاری داشته باشن و اینی که الان میرن راجع به مسیحیت میخونن، هی پرووش میکنن، هی سعی میکنن دلایل و توضیحات و هر جور ایدئولوژی رو بیارن که بخوان پروف کنن که مسیحیت درسته، فقط به خاطر اینی که از قبل بهشون گفتن درسته. چرا مسلمان ها اینقدر پافشاری دارن که دینشون دین برتره؟ به خاطر اینکه تنها دینی که بهشون عرضه شده در رابطه با دینهای دیگه اطلاعات آنچنانی ندارن. اگرم داشته باشن به دلیل اینکه پرایمری ریلیجنشون دین اولیهشون اسلام بوده، بیشتر گرایش به این دارن که سعی کنن اون دین رو توجیه کنن، حالا با کتابای مذهبی، با ایدئولوژیایی که خودشون بر خودشون میسازن یا به نظرشون منطقی میاد سعی میکنن پافشاری کنن که دین ما درسته، دین ما خفنه و به زور در واقع نه اینکه خود دین چیزی از خودش داشته باشه، اینا با هر چیزی حاضرن حقانیت دین رو ثابت کنن، در واقع برعکس علمه. علم میگه آقا من میگم یه چیزی درسته، حالا یا درسته یا درست نیست، ولی زور و پافشاری روش ندارم. ولی دینداران برای قبولوندن عقیدشون به شما دست به هر چیز و هر کاری میزنن. نمونش جمهوری اسلامی، بن لادن، داعش، موساد، القاعده، همه اینایی که بسته به یک دینی هستن، هر کدومشون رو میبینید، طالبان چه فرقی با جمهوری اسلامی داره، به حزب الله و بسیجی و سپاهی ایران، فجایع و اتفاقاتی که سر جوانای ایرانی میارن، آیا به نظر شما کمتره؟ یا من فکر نمی‌کنم کمتر از بلاهایی باشه که حالا طالبان یا گرمنم چرا باز شد؟ نمی‌دونم این وسط چرا گرمنم یا ترکید. اوکی مهم نیست، بحث رو ادامه میدم. به نظر شما از بلاهایی که طالبان یا القاعده یا حالا هر کدوم از اینا سر مردم آوردن کمتره؟ نه، جمهوری اسلامی سیاه‌ترین و فاسدترین رژیمیه که تا الان بر ایران حاکم بوده. موضوع دوم، دوستانی که میگن کسایی که از ایران مهاجرت میکنن وطن فروشن، یا کسایی که مثل شروین حاجی پور میان راجع به از درد دل مردم میخونن و
به معنی اصلی کلمه مخالف رژیم جمهوری اسلامی، رژیم فاسد، منحوس، دزد، قاتل و جنایتکار آخوندی هستن، پس ضد ایرانن. آدم های ابله و احمقی مثل مثلا آمن سادات ذبیح پور و اون رائفی پور و اینایی که نوچه های نظامن و سرشون تو آبشخور نظامه و مثل خوک دارن از این منجلاب جمهوری اسلامی تغذیه میکنن، نونشون تو نفهمیه، نونشون تو نفهمیه. ولی اون کسایی که مثل گوسفند میشینن پای حرفای اینا و نمیفهمن که آقا اگر یه نفر داره میگه این مشکلات وجود داره، ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ضد ایرانی نیستا، ضد رژیم فاسد جمهوری اسلامیه. ایران رو لطفاً جدا کنین. ایران یک کشور 7000 ساله متمدن با فرهنگ آزاد که هیچ ربطی به اعراب و مسلمونا و دین بیابانی ملخای عربای ملخور و چیزایی که به ما تلقین کردن و وارد دینمون کردن و وارد عقایدمون کردن و بهمون دین ما اگر دین زرتشت بوده، اگر حالا هر چیزی که بوده، اومدن یه سری، نمیخوام به همه عرب توهین کنم، عرب خیلیشون روشن فکرن، فهمیدن، عقاید خودشون دارن، ولی عرب وحشی که به ایران حمله کردن، عرب وحشی که به زور شمشیر به مادران و مادر بزرگ ما تجاوز کردن که دینشون رو به ما تحمیل بکنن، دینی که مخالف با تمام امیال بشری، یعنی شما هر چیزی که تو وجودت گذاشته شده دین یه جواب مخالفی براش داره. ظاهرن فقط راجب شکم و زیر شکمه، یعنی چیزی راجب مغز این دین به حس نمیگه. کاری به این موضوع نداریم، اینا هر کدومشون بحثای جداگانه‌ای دارن، ولی صحبت در سر اینه که افرادی که میان میگن شماها وطن فروشین، میخواین تجزیه طلبی بکنین، تجزیه طلبی، نه نه ابله، تو دقیقا توی ابلهی که فکر میکنی هر کس مخالف جمهوری اسلامیه داره ضد ایران حرف میزنه. نه، ما اتفاقا طرفدار ایران و ضد جمهوری اسلامی، مذهبی ها، آخوند ها، حزب‌اللهی ها این. چرا؟ چون شماها، شما حزب‌اللهی ها، شما حرومزاده ها که مغزتون، قلبتون پر شده از نون حروم این حکومت، از نونی که میزنید تو خون جوونای بی کفن و کشته شده در راه آزادی وطنشون، شماها نون حروم میخورید. به خاطر همینم حرف حق تو کله های پوکتون فرو نمیره. میدونین چی میگم؟ فاحشه مغزی دقیقا افرادی هستن مثل حسن عباسی، مثل حسن ازقدی، مثل رائفی پور، اینایی که میان میگن خب یه سری تجزیه طلب و یه سری مخالف ضد ایرانیه، به قول خودشون اختشاشگر که ما بهش میگیم اعتراضگر، معترض، نه اختشاشگر، هدف گرفتن ایرانو. نه، ما ایرانو هدف نگرفتیم، مشکل ما جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی رژیم اشغالگریه که باید گورشو از ایران گم کنه. ایران کشور مردم پارسی و فارسی و آزادیه که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. این به این معنی نیست که ما، دوباره ببین چند بار دارم تکرار میکنم، چون مذهبی آدمایی هستن که یعنی کلا شعارشون اینه دیگه، مؤمن باید نفهم باشد، مؤمن باید نفهم باشد، مؤمنی که نفهمی، واسه هزارمین بار دارم بهت میگم، ما ایرانی هستیم، طرفدار ایران و ضد شما، ضد جمهوری اسلامی هستیم. این دوتا مقوله جدا هم. ایران از جمهوری اسلامی سواست، جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، آخوندا ضد بشریتن، ضد انسانیتن، ضد ایرانن. به خاطر همینم ایران رو نابود کردن. چشماتون رو باز کنید، ایران با خاک یکسان شده، یا دزدیدن یا اختلاس کردن، یا خوردن یا بردن یا چاپیدن یا فروختن به چین و روسیه، چیزی نمونده از ایران. ایران is done. چرا؟
به خاطر اینکه یک مشت عرب پرست ضد ایرانی بی شرف وطن فروش شدن سردمداران مملکتی که اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی، ولی ما این اسمو قبول نداریم. پس ما اگر ضد جمهوری اسلامی هستیم به این معنی نیست که ضد ایرانیم، ما اتفاقا طرفدار ایرانیم. اونایی که برمیگردن میگن شما موهایی که مهاجرت میکنید میذارید میرید، کشورتون رو دوست ندارید، وطن فروشید. نه اتفاقا ما چون کشورمون رو دوست داریم نمیتونیم تحمل کنیم اون خفقان و اون زندانی که یه مشت کفدار پیر واسه کشورمون درست کردن. واسه همین ترجیح میدیم از اون محیط دور باشیم و از بیرون سعی کنیم زورمون رو بزنیم، به جای اینکه زیر دست اونا شکنجه بشیم، کشته بشیم، از بیرون زورمون رو بزنیم که دوستانمون و عزیزانمون و کسایی که دارن تو ایران مبارزه میکنن و ساپورت بکنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم، یا اینکه بتونیم مذاکره کنیم با طرفای خارجی که میتونن کمک کنن به اینکه ایران آزاد بشه. همه ما میدونیم که آزادی ایران مهمترین چیزه، آزادی از دست رژیم اشغالگر فاشیستی دیکتاتوری جمهوری نحیس ملعون قاتل اسلامی آخوندی، چیزی که واضحه، اصلا نه توضیحی داره نه تردیدی توش وجود داره. و اتفاقی که افتاده چیه عزیزای دل؟ خوب گوش کنید. اتفاقی که افتاده اینه که هر کس میاد یک کلمه ضد جمهوری اسلامی حرف میزنه، یاد گرفتن دیگه پرستوهای نظام، این فاتی کماندوها، این چادری های بوگندوی سیبیلدار که همشون بوی گند عرق ترشیدشون حالتو به هم میزنه و دوست داری میلیون ها فرسنگ ها هزاران هزار کیلومتر ازشون فاصله داشته باشی و تمام عقایدی رو که این همه سال بهت فرو کردن و بالا بیاری رو خودشون. اینا ایرانی نیستن، پرستوهای نظام، پرستوهای جنسی نظام، پرستوهای مخبر نظام، پرستوهای فاسد نظام، نوچه های نظام، بسیجی ها، سپاهی ها، تمام افرادی که دارن طرفداری میکنن از قتل، خشونت، قوانین ضد زن، قوانین ضد انسانی، دزدی، فساد، اختلاس، فحشا، نابسامانی محیط زیست، نابودی جنگل ها و رودخانه ها و دریاچه ها، آسیب به حیوانات، قوانین ضد حقوق بشری و ضد حیوانات، فروش بخش های از کشور از جمله خزر به روس ها و خلیج فارس به چینی ها. دیگه از این بدتر خیانت داریم؟ شماهایی که طرفدار اسلام و طرفدار جمهوری اسلامی هستین، خائن ترین، کثیف ترین، فاسد ترین و لجنترین موجوداتی هستین که کره خاکی به خودش دیده. شاید حتی کرات دیگه هم همچین موجوداتی رو به چشم خودشون ندیدن که مردم وطن خودتون رو میکشید، جوانای وطن خودتون رو میکشید. هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نمیافته. بالای 20 تا کشور رفتم، سفر کردم، دیدم هیچ جای دنیا بابت آزادی خواهی، بابت عدالت خواهی نمیگیرن یه نفر رو اعدام کنن بکشن. هیچ جای دنیا به خاطر اعتراض نمیان برچسب چرت و پرتایی که میگن چیه، اقدام علیه امنیت ملی. امنیت ملی رو شماها دارید نابود میکنید، نه کسی که میاد میگه آقا برید گمشید بیرون از کشور ما. امنیت ملی دست مردم نیست، امنیت ملی شماهایی که اومدی ایران رو تبدیل به یک زندان بزرگ کردی و دارید مردم رو شکنجه میدید. شماها دارید امنیت این مردم به خطر میندازید. شما برید گمشید وضعیت مردم خوب میشه. پلاس اینکه افرادی که توی ایران به هر دلیلی الان توی زندانن، اگر توی کشور دیگه به دنیا آمده بودن، آیا به نظر شما الان تو زندان بودن؟ این همه نخبه، این همه دانشمند، این همه نویسنده، خبرنگار، افراد فرهیخته و تحصیل کرده، همشون تو زندانن. کیا تو رأس مملکتن؟ یه مش آخونده مغز کپک زده کفدار پیر که حقوق میگیرن اونجا چرت بزنن و مملکت رو تبدیل کردن به طویله، و یه مش آزادی خواه، یه تعداد انسان فهمیده و ارزنده‌ای که نمیتونن
اون شرط رو تحمل بکنن و مبارزه میکنن. به اینا میگن وطن فروش. خیلی خنده داره اصلا فاکتاپ این وضعیت که شما به کسایی که دارن میخوان ایران برگرده به اون وضعیت آباد و آزادی که داشت و مثل انسان زندگی بکنن رو بهشون میگید اختشاشگر. بعد خودتون که هم قاتلید، هم دزدید، هم اختلاسگرید، هم فاسدین، هم پرستوی مخبرین، هم فاتی کماندوین، هم وحشی و متجاوزین. دیگه خودتون اعتراف کردین تجاوز توی قرآن که بوده توی زندان، تجاوز توی زندان که بوده توی قرآن، بلاهایی که توی زندان ها سر جوانا میارین به چشم دیدم، کارایی که کردین و میکنین از شما کثیف‌تر، فاسدتر و مضرتر برای ایران هست. کارایی که شما، بلاهایی که سر ایران آوردین هیچ دشمنی نمیتونست بیاره. مغول‌ها این بلا رو سر ایران نیاوردن. کاری که آخوندها با ایران کردن. هنوزم معتقدید ما وطن فروشیم؟ هنوزم معتقدید اونایی که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن ضد ایرانی هن؟ نه، ما ضد ایرانی نیستیم. ما ایرانی های پارسی زبان ضد عرب و ضد جمهوری نجس، نحیس، فاسد و فاشیست اسلامی هستیم. Think about it. Open your brain and think. مغز واسه استفاده است، نه واسه این که هرچی ریختن توش قبول کنی. فکر کن. فکر.